نظرتون راجع به اصلا برجام وضعیتی که الان درش قرار داریم میفرمایید؟ برجام که به نظر من دستاورد بسیار بالایی داشته. اینه که اینا میگن ترامپ شکست. ترامپ چرا شکست خورد؟ یکی از عواملش همین برجام بود. ترامپ چرا در سازمان ملل شورای امنیت نتونست یک قطعنامه اونجا به تصویب برسونه؟ حتی انگلیسی‌هایی که ما الان اروپایی‌هایی که میگیم بدن به اون رأی ندادن. چرا رأی ندادن؟ ما اگه تو برجام نبودیم ترامپ نمیتونست اونجا ببره و ما رو بایکوت بکنه و دنیا رو علیه ما بکنه. الان با قلدری و بی منطقی داره این کارا رو میکنه. اون وقت خیلی منطقی و قشنگ عامه پسند میرفت مصوبه میگرفت و بعد دیگه لازم نبود چهره خودش هم بد بکنه، علیه ما قطعنامه صادر میکرد. چرا الان ما با چین و با روسیه و با اونها تونستیم کار کنیم؟ همون موقع همین چین و روسیه علیه ما تو قطعنامه ها رأی میدادن. حداقل چیزی ما رو از زیر اون به اصطلاح مصوباتی که داده بودن که کل تحریما بود در آورد تو سازمان ملل، حذف کردن، بین بردن. همه اینا دستاوردهای برجامه. سوال بعدی اینه، اصلا این حرفایی که من خیلی وقت این سوالو کردم، اصلا ما برجاممون نمیپذیرفتیم، نپذیریم. الان هم بیایم بیرون، کسی مگه جلو ما رو گرفته؟ آلترناتیوی که ما رو میتونه بهتر از برجام ببره بالا و به قول این آدما که میگه این برای ما نون نشد، شما اگه بلدید اون یکی نون بشه، خب برید نون مردم رو در بیارید بدید. چرا این مجلس اعلام نمیکنه این راه نون در آوردن با این روش اگه بریم مردم مشکل اقتصادیشون حل میشه؟ تو دنیایی که ما زندگی میکنیم امکان نداره بدون ارتباطات خارجی ما بتونیم به سرعت جلو بریم و رشد بکنیم. تجربه های چینی که مثلا چه میگن کمونیستی بود و بعد یک نظام بسته بود، زمانی تونست رشد بکنه و شکوفا بشه، دراشو باز کرد و با همون هایی که الان کل کل میکنه سرمایه گذاری مشترک انجام داد. تجربه دنیا مشخصه، معاملات مشخصه. اگر ما نتونیم این معاملات و ارتباطات رو در این دنیایی که توش زندگی میکنیم با اون روشایی که وجود داره، ظالمانه یا غیر ظالمانه، نتونیم در این بازی شرکت بکنیم، ما رو بازی نمیدن. الان فیفا فوتبال چارچوب داره. آدمایی که تو اونجا هیئت رئیسن اصلا باورای ما رو ندارن، شاید خیلی کثافت کاری هم میکنن، خب ما گوش ندیم به حرفاشون، سیاست گذاری میکنن، سیاست شما ما رو بازی نمیدن. ما دیگه تو هیچ مسابقه جهانی بازی نخواهیم کرد. درست یا غلط میخوایم بازی نکنیم؟ خب قبول نکنیم. میخوای تو این روند بازی کنی، باید اون چارچوبا رو بپذیرید. آقای دکتر، برنامه اگر شما قرار بشه رئیس جمهور آینده ما باشید، جزء برنامه هاتون روابط با دنیا اصلا سیاست کلی که مقام معظم رهبری فرموده میگه ارتباط با همه دنیا بر اساس عزت، حکمت و مصلحت. خب اینو باید اجرایی که چرا نکردیم؟ با همه دنیا قرار اینجوری عمل بکنیم. آمریکا هم شاملش میشه تو برنامه شما؟ غیر از اسرائیل مسائل به اصطلاح خارجی بیشترش سیاستایی است که مقام معظم رهبری تصمیم میگیره. من که چه عرض کنم، رؤسای جمهوری در این مسئله اگر بخوان دخالت کنن تو اون چالشای مواجه میشن که در حقیقت استکاکه و به جایی نمیرسه. نهایتا اون جهتگیری که رهبری مشخص میکنه در سیاست خارجی شکل میگیره، نه جایی که رئیس جمهور یا چه میدونم مجلس یا جای دیگه میخواد تصمیم بگیره. مجلس در این قبال کاری نی، دولتش هم اونقدر کاری نی. اون سیاستی که در چارچوب قانون مشخص میکنه دولت ها میتونن همون مسیر رو طی کنن و اون چی که به دست میاریم چارچوب همین روندی است که اون جهتگیری مشخص میکنه. وگرنه هر رئیس جمهوری بیاد بگه من میخوام این کار بکنم، با همون تنشای مواجه میشه که ره به جایی نمیبره. ولی فعلاً چی نتیجه بگیم اگه داریم پای مذاکره میریم موافقت رهبری رو داریم؟ خب طبیعتاً باید این کارو کرد. نمیشه که مثلا رهبری مخالف باشه بعد اینا برن یه کاری بکنن که مثلا نظر ایشون تامین نشه و حتی نظر مجلس تامین نشه. البته مجلس تا حدود زیادی به اصطلاح در چارچوب رهبری مجبوره که شکل بگیره، اونا هم در اون رابطه باید عمل بکنن. اگر میخوایم به جای برسیم اون چارچوب رو به این شکل، در تجربه‌ای که تا اینجا بوده همین بوده که میبینید. و اینکه شما با توجه به اینکه میخواید نامزد بشید برنامه محور خواهید بود، الان نوشتید، آمادگی دارید یا منتظرید؟ حالا تا ببینید برنامه، این چیزایی هم که در رابطه با برنامه ها گفته میشه، مثلا ما برنامه 5 ساله داریم دیگه، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و حالا داریم هفتمش هم می‌نویسیم دیگه. اینا از نظر به اصطلاح علمی برنامه نیستن، اینا سیاست جهتگیری هن، هدف گذاری هن. حالا یه مقدار و گاهن هم یه مقدار میشه اهداف اختصاصی. برنامه در حقیقت یک پلن آف اکشنه که
در اجرا باید برای هر کدوم از این اهداف شما طراحی کنید. تا زمانی که وارد اون سیستم ها نشدید، هر سیستمی هم بسته به خودش یک برنامه‌ای میخواد که باید داشته باشه. اگر ما بپذیریم سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری نوشته شده است، بپذیریم این چیزایی که تو مجلس نوشتن برنامه است که من نمیپذیرم چیزایی که مجلس نوشتن برنامه است، چون اصولا مجلس تو برنامه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمی که نگاه بکنید بعد از 5 سال دیگه بلند میشه یه برنامه دیگه مینویسن. مثال سادهش اینه، ما برنامه مینویسیم مثلا یک ساختمون 10 طبقه بزنیم، شروع میکنیم ساختمون رو زدن، اسکلت رو میزنیم، زمان برنامه تموم میشه، اینو نیمه تمام میذاریم میریم یه برنامه دیگه مینویسیم. هیچ عاقلی این کارو نمیکنه، هیچ غیر عاقلی هم این کارو نمیکنه. بالاخره برنامه باید امتداد برنامه های اول باید، دوم باید امتداد اول باشه، سوم باید امتداد دوم باشه. ما یه چنین روندی رو در سیر برنامه های کشور شما هیچ وقت نمیتونید پیدا کنید. یا همین یه برنامه شما با اون یکی کلی فرق داره. جامعه نگرشش در رابطه با این رفتاری که مجلس داره و برنامه هایی که ما مینویسیم هست اینه، میگه بابا اینا اومدن 4 سال 5 سال دیگه اینا میرن، برنامه هم عوض میشه، جهت هم عوض میشه، در اینچه گوش نمیدن به قانون. چرا در مملکت ما قانون گریزی خیلی راحت شکل میگیره؟ برای اینکه تخلف میکنه، میگه حالا یکی دیگه میاد این رو قانونیش میکنه. و این رفتاره که ما رو به اینجا رسونده، عدم هماهنگی و عدم ثبات در تصمیم گیری و در جهت گیری که هست. شاید اون جهت گیری هایی که شاید که نه قطعا اگر اون جهت گیری هایی که حالا مثلا مقام معظم رهبری مشخص کرده، فرموده بود ما در چشمانداز 1400 باید اول بشیم تو منطقه، چرا الان دهم هم نیستیم، 15 هم نیستیم؟ چرا؟ تو راه، تو اقتصاد، تو کشاورزی، تو سرانه، تو اشتغال، چرا نیستیم؟ برای اینکه اون سیاست جهتگیری مشخص کرد، مجلس یک کار دیگه کرده بود، دولت یک کار دیگه میکنه. درست یا غلط همون جهت رو میرفتیم که مقام معظم رهبری تعریف کرده بود، میشدیم اول. ما برنامه رو به اون شکل علمی نداشتیم. در نتیجه اون چی که هست سیاست گذاری هاست، جهت گیری هاست. برنامه رو در حقیقت هر سازمانی باید نوشته باشه، آماده باشه و نباید عوض بشه. ولی متاسفانه ما در این سازمان ها این برنامه ها رو نداریم. این که بتونیم این نگاه رو عوض بکنیم، تغییر بدیم، به راه و به ریل درستی بکشونیم و این که این ادامه پیدا کنه، این راه درست، مشکلی است یا معضلی است که حاکمیت جمهوری اسلامی در اداره حکومت داره. شما نمیتونید تغییر رفتار رو کمتر از یه دهه در یه سازمان ایجاد کنید. تمام کشورهایی که تونستن کاری بکنن اگر مطالعه کنید میبینید که این گونه نیست. در اینکه اون کارهایی که در این روند میشه انجام داد شاید با قاطعیت بشه مثلا میشه اصلاح کرد، بحثای همین رانت و رشوه و قاچاق است که الان تو این کشور همون FATF داخلی، یعنی کاری بکنیم که هیچکی نتونه پول مفت بخوره، کاری بکنیم که هیچکی نتونه قوم و خیشش رو صاحب زمین و نمیدونم املاک بکنه یا یه چی میگن امتیاز ویژه به یکی بده. اینو باید چارچوب و ساختار میشه درست کرد و قابل دسترسیه. لازم نیست ما یهو بیایم بعد از مثلا 20 سال 30 سال بگیم یکی رو گرفتیم 8000 میلیارد خورده، خوابمون برده بودون. وقتی که 100 میلیون رو میخورد میباید 100 میلیون، نه فقط 10 میلیون رو میخورد باید متوجه میشد این داره چپکی میره، نه اینکه یهو 8000 میلیارد بعد بگی من پیداش کردم و کجا بودی وقتی این همه خورد. آقای دکتر، پرونده‌های فساد در کاهش اعتماد عمومی خب تاثیرگذار بودن، اما یکی از مواردی که سرمایه اجتماعی رو برای به خصوص در آستانه انتخاب بسیار کم رنگ کرده، یک سری حوادث و بحران‌هایی بودن مثل حوادث آبان 98 یا سقوط هواپیمای اوکراینی و عدم شفافیتی که وجود داشت. شما به عنوان یک مسئول، حتی اگر خودتون رو به عنوان رئیس جمهور تصور کنید، واکنشتون به این وقایع چه میتونه باشه؟ ما با مدیریت هایی که داریم، با رفتار هایی که داریم، چون نمیتونیم درست عمل بکنیم، میزنیم در دیوار رو خراب میکنیم، میزنیم این اتفاقات و بعد میشینیم بلد نیستیم توجیه کنیم، تازه بدترش میکنیم. میخواستیم توجیه کنیم، اگر نمیکردیم بهتر از توجیه نکردنمون بود. میایم حرفایی میزنیم که میگن دروغ میگید، اینجوری نبود، بهتر حرف نزنیم که همون اتفاق افتاده و یا خاموش بشیم، ولی میایم یه جوری توجیه میکنیم که باز بدتره، برای اینکه راست نمیگیم به مردم. این زایده همون رفتار مدیریتیه. تنها راه نجات ما به نظر من صداقت و راستی است با مردم، حتی اگه به ضررمون هم تموم بشه. اگه میخوایم تو حاکمیت بمانیم، اگه میخوایم اسلام بماند، اگه میخوایم در دنیا سری در سرادش، قدم اول اینه که باید صادق باشیم و راست.
با دروغ امروز هم به اصطلاح مردم متوجه نشن 10 روز دیگه متوجه میشن، اون وقت به هیچ کدوم از این کارهایی که ما کردیم دیگه باور نمیکنن، میگن این همون آدمایی هستند که این دروغ ها رو گفتن. حرفی که به دروغ بر زبان یک مسلمان جاری میشه شیطانیه و نتیجهش هم میبینید که بی‌اعتمادی اجتماعی درست کرده. تو همون مسابقات انتخاباتی که یا اتفاقی که برای کلینتون افتاد خاطرتون هست، با یه خبرنگار همه چیزو ول کرده بودن، میگفت تو شهادت دروغ دادی، همه اون عیبار رو که عیبای بزرگی هم بود با اون کاری نداشتم، این حالا تموش. تو چرا دروغ گفتی؟ شهادت داشتم ولش نمی‌کردم به خاطر اون حرف دروغ. برای اینکه بدترین چیز اینه که آدم با مخاطبینش و کسانی که هست ناصادق باشه، دروغ بهشون بگه و اون اعتماد وقتی از دست دادیم خیلی چیزا رو از دست میدیم. امیدی هست مردم بار دیگر بخوان اعتماد کنن برگردن به سخت‌تره. باید آدمایی پیدا بشن که اونگونه در رفتار نشون بدن نه در گفتار. با حرف زدن الان بعید میدونم کسی باور کنه که مثلا بنده راست میگم. این هم با همونایی که به اصطلاح این چرت و پرتا میگفتن. حرف خوب میزنن ولی نیست اینجوری. زمان خواهد برد تا باور کنن که راست میگی. زمان خواهد برد تا ثابت بشه که صادقی با مردمی که داری زندگی میکنی. زمان خواهد برد که اینا اون اعتماد رفته رو دوباره بتونی برگردونی.